ببینید لغات رو واژه ها رو چجوری بغل هم میذاره. تصادفی نیست این حرفایی که این کره خرا میزنن. شگفتا که اسلام بر انسانیت هم حق تقدم داره و بی حکمت نیست که اسلام عزیز سوار بر موشک های قسام در منازل اسرائیلیان فرود میاد. معنی توسعه اسلامی رو وقتی بهتر میتونید درک بکنید که به اولویت یاد شده توجه کنیم. و جالب این که اونقدر غرق توسعه اسلامی شدیم که در این 30 سال هیچگاه نوبت به اولویت های بعدی یعنی انسانیت و ایرانی بودن نرسید. تا این آخوندهای پوفیوز وجود دارن و هنوز این عمامه رو میبندن و این عبا رو میندازن و این بی پدر و مادرها این ور و ور پلاسن، ما بدبختیم. آخوند خوب آخوند مرده است، متکی هم آخونده با، لاریجانی هم آخونده با، خرازی هم آخونده با، اون حرومزاده هایی هم که تو مجلس اشغالی ما نشستن آخوندن ها، اون ملی مذهبی هم آخوندن ها. سوء تفاهم نشه. اینا با توسعه اسلامیشون از نوع ناب محمدیش بعدشون نمیاد و علنا هم میگن که دوست داریم یه گلوله‌ای در سر خانم لیونی خالی کنیم، وزیر خارجه اسرائیل. اما بعید میدونم آقای جنتی ارزش اون یه گلوله رو هم داشته باشه. حیف یه گلوله که بخوای تو مغز جنتی بذاری. جنتی رو باید به گاری بست و در کوچه محله های تهران گردوندش. این تومر سرطانی اونم از نوع بدخیمش پیکر ایران رو به مرور در طول 30 سال گذشته تحلیل داد. اما این پیکر هنوز زنده است. پیکر ایران زمین 7000 سال زنده است. امثال این تومرها رو زیاد دیده. اما این تومر آخرین، قده آخری خیلی مرگزا بود، خیلی ها رو از پا انداخت. چرا که روح مبارزه در ما ایرانی ها زنده است. هنوز هستن کسانی که شرف دارن، حیثیت دارن، آبروی ایرانی دارن، هویت خودشون رو حفظ کردن، خودشون رو نفروختن، مثل این لاش سگایی که خودشون رو به هر قیمتی فروختن. جنبش دانشجوییمون زنده است، جنبش زنانمون زنده است، کارگرامون جنبششون زنده است. در خارج از کشور آدمای نازنین و وطن پرستی داریم تو هر سن و سالی زنده هستند. برای آزادی ایران زنده هستند. برای دیدن ایران آزاد زنده هستند. مهمتر از همه به رغم سالها تبلیغ تحجر اسلامی و رسوم و معتقدات این جاهلان، امروز روح ایرانی به عنوان مظهر وحدت ایرانیان از میون خاکستر این آتش زنده تر از گذشته سر برآورده. باورتون میشه؟ من میبینم، من حس میکنم، من تو وجودم، حتی اگر نباشم مرده باشم، الان همین الان دارم حسش میکنم اون روزی رو که این مردم دارن از در و دیوار خونه این پدر سگا بالا میرن، رو پلگونهای هواپیما میگیرنشون، به هر طریقی شده هلیکوپترشون رو میزنن میندازن رو زمین، اینا رو تیکه پاره میکنن. آقای سکویی جنگ و خون ریزی میخواد. آقا صبر و حوصله نداره این سکویی؟ 20 سال وقت بدین، خودشون این سرانشون میمیرن، درست میشه؟ برای بچه هاشون از خودشون بهترن، عاقلترن. ما هم داریم یه کارهایی میکنیم با همینا در درون کنار بیایم، همین رژیم مذهبی رو مدرنتر حفظش بکنیم، بمانیم ارباب هم که میخوان مذهب باشه، اسلام باشه، تو سری خور باشیم، یه مقدار ماتیک و روژه لب و پودر و ماتیک میمدیم، به قول اقدس عبادی
اسلام نوین رو با گفتگوی تمدن‌های خاتمی و برای بچه‌های درون درست می‌کنیم و حزب سومگایی نمی‌دونم همایونی و برای بچه‌های کیانوری باقی مانده و برای بچه‌های فرخ نگهدار و دار دسته جبهه ملی ها و بازرگانی ها و زرافشان ها و اینا میریم دوباره آبادش می‌کنیم. حالا سکوی 20 سال خفه خون بگی 55 سالت 75 سالت بشه تازه مثل ما میفهمی باید صبور باشی. مگه انگلستان میذاره اسلام از ایران بره؟ سکوی تو چه نفهمی؟ مگه نمیبینی تازه اون مجاهدینشون هم که از کنگره چشیه نمیدونم اروپا پارلمان اروپا از لیست درشون رو برده بود در ماه محرم و رمضان خود رجویش اصلا معلوم نیست کجا هم هستش، هنوز عکسای 30 سال پیشش رو نشون میدن، روزه میخونه و حسین حسین میکنه. این قسمتی از چیزیست که کسانی که میرن تو باید بده رو پیشونیشون نوشته باشه. دروغ میگه؟ برای همینه این لومپنای دیپلمات کوتوله لندن و پاریس نشین میگن سکویی به روحانیت توهین میکنه. من میخوام سر به تن روحانیت نباشه جز بدبختی این حرومزاده آواز ما چیز دیگه نیوردن. سه روز تو ایران به من قدرت کامل بدید، سه روز هرگز آخون تو خیابون نخواهید دید تا زمانی که سه نسل آیندهتون بیاده بره. سه روز تا این نکبت ها هستن کشور ما تو بدبختیه. حالا برید همه جا اینو پخش بکنید. نگفتیم این هیتلره؟ این یه جورایی با موسولینی یه فک و فامیلی داره. اصلا این میگن دایش حس بوده، هیلمر بوده. دوزاری هم بدم میاد از شما که این گونه تفکر میکنی. سه روز یک آخوند در ایران نمیده، میگم میکشیمشون و تمومشون میکنیم، کاری میکنیم که ریش و سیبیل بزنن بی پدر و مادرها همشون سر یه خیابون یه لوم تو دست باید به طور رایگان شیشه های ماشین رو بکنن حرومزاده ها. یا اینم که یه باقرش چیزی درست میکنیم حرومزاده رو ایک میلیارد میشه قیافه هاشون رو ببینید همشون یه دماغ دارن اندازه سرچپاق ناصرالدین شاه، یکی از یکی زشتر و یک میلیتر از بس کی از کوچیک اینا رو تو اون حجره میندازن چهار پنج تایی تیک پاره میکنن هم دیگه رو شکل هم شدن همشو. آره جان آره جان به رغم سالها تبلیغ تهجر اسلامی و رسوم و معتقدات این جاهلان، امروز روح ایرانی به عنوان مظهر وحدت ایرانیان از میون این خاکستر سر برافراشته. موجودات حقیری، پس فطرتی، رزلی همچون مطهری و خلخالی و سایر حرامزاده هایی که از حوزه علمیه قم بیرون آمده اند سالها کوشیدند کمرنگ و به تدریج ایرانیت رو هویت ما رو نابود کنند. چطور میشه در طول این 30 سال ما یک و فقط یک سکه یا اسکناس با طرح منشوری استوانه‌ای که جهان به وجود اون مباهات میکنه نداشتیم؟ تمام مظاهر هویت ما رو از بین بردند، در حالی که خبر میرسه اسکناسی با طرح قدس به گردش پولی کشور اضافه خواهد شد. کیست که چنین سوالهایی رو در طول این 30 سال ولا یک بار از خودش نپرسیده باشه؟ نمونش رو گفتم، سر نخ رو پیدا کنید. به یاد دارید نقش آشکار خرچنگ در قلب پرچم ایران رو؟ ای دوزاری های روشن فکر، ای توده یا اکثریتی یا مارکسیست ها، لنینیست ها، خوجه یا ماویست ها، ای جبهه ملی های روشن فکر، ای ملی مذهبی ها، خط تیره یه وری بغل زیر عبای آخون دراز کشیده ها،